5 seconds remaining. Radiant team pick. Tasker. بابا این خسته نشد انقدر تاسک بازی کرد. حتی خود ما هم اینجوری بودیم تو فلمیس دیگه، انقدر آیو فرست پیک میزدیم تا آیو بن کنن جلوم. بعد آیو که بن میکردن مثلا یه بن دیگه باز میشد، اون هیرو خبیه رو میکشیدیم. ریفرش برای نظر دمار ریفرش برای تینکر چیه؟ خیلی خوبه، جز مین آیتماشه. فکر کن همینجوریش یه دونه ریفرش داره، حالا فکر کن دو تا ریفرش داشته باشه، باگشه دیگه. بعد این ریفرش اون ریفرش رو ریفرش میکنه، اون ریفرش هم این یکی ریفرش رو، اصلا خیلی اوپیه. یه ذره گرونه دیگه، آیتم یک نرو، اصلا آیتم دو برو، اصلا برو تراول، بعد دیگه ریفرش دیگه. آیتم یکت میشه تراول، آیتم دوت میشه ریفرش، خیلی قویه. چطوری دانیال، خوبی؟ آره منم دلم خیلی تنگ شده. هر چنگایی توی استریم کلی یاد خاطرات تو میکنیم. آقا بازم تاسک وایورن کشیدن. این دفعه سناریو میخواد ببره، معلومه پاک کشیده میخواد ببره. مطمئنا این اوپنینگ قوی تر، این اوپنینگ قوی تر از این اوپنینگه. من تا اینجا پیکای سناریو رو بیشتر دوست دارم. بن فقط تیه رو دارن میدن که مثلا جلو پاک اذیت نکنه پاکو. اینقدر جدی میگی که میخوام باور کنم ریفرش براش خوبه. دیگه میگم دیگه، من به یارو یه بار اینقدر جدی گفتم مانکی کینگ بار اوتوماتیک چیز، مانکی کینگ اوتوماتیک اون مانکی کینگ بار داره، تو یه استریم دیگه به یارو گفتم واقعا من چرت بهت گفتم، جدی نگیری خودم. قلب این چت واسه دانیال نورمور، لیدر فلمیست قدیم. آره اون موقع ما میگم دیگه، اون موقع ما با حسن هم تیمی بودیم دیگه، من و دانیال و حسن با هم توی تیم بودیم، دانیال لیدر بود، با اینجوری بودیم دیگه. فرست پیک ویسپ رو میزدیم، این تاسک دیدی میزنه، ما انقدر ویسپ میزدیم تا ویسپ بن کنن. مریض بودیم دیگه. خب آنتی میج بند دادن، قضیه چیه؟ میلاد دوتا دو، اه میلاد تو میل... اه میلاد دوتا دو تو همون میلادی؟ چطوری میلاد؟ بابا خوش اومدی، بذار من یه وی آی پی هم بدم. نمیدونستم تو همون میلادی. عشق منی بابا، خوش اومدی. منم بودم نریمان. آره درسته. آره آره بچه ها، من اتفاقا با همه تون هم تیمی بودم، منتها سه نصف شب، الان تا ساعت 11 شبه، یه 3-4 ساعت مونده تا هم تیمی شم با تون. از الان برید تو تخت آماده باشید، سه میام هم تیمی میشم با تون. منم همون آرشم، میدونم آرشون خانواده نشسته. بس من معذرت میخوام از خانواده، من میخوام بیام باهاتون هم تیمی شم. شما چی فکر، شما مگه تو تیمتون چیکار میکنید؟ شما مگه با هم تیمیاتون چیکار میکنید بچه ها؟ من گفتم ساعت 3 میام هم تیمی میشم باهاتون، شما با هم تیمیاتون چیکار میکنید که می خانواده نشسته؟ چقدر تیمتون بد. من میگن چرا تیمای ایرانی پیشرفت نمیکنن؟ خب معلومه دیگه، انقدر کف این چیزایی تیمتون پیشرفت نمیکنه. حمد و سوره چک میکنی، به به داداش، شما تیمتون موفقه، منتها تو اون دنیا تیمتون ایشالله توی آخرت، این توشه آخرت تیمتون خیلی عالیه، اون بر شما تیای آخرت رو میبرید.
ایمجین مثلا فکر کن بمیری و مثلا ملت تو بهش لای هوریان و اینا دارن به آرزوشون میرسن و تو بهش این اسکلای تیای مصنوعی برات طراحی کردن که تو فقط توش خوبی، بقیه افتضاحن. و مثلا میری تکیز پیک میکنی، با تکیز گیمو میبری و همه برات دست میزن میگن آفرین تو عجب پلیری هستی با تکیز تیای بردی فلان. بعد چقدر زندگی تو بهشت پوینتلس، من ریدم تو اون زندگی، لطفا منو ببرین جهنم. خیلی وای حاجی تو جهنم رید کینگ میکشن، باور کن تو جهنم میری، تو مثلا کاپتان نیستی، یهو کاپتانت رید کینگ میکشه میگه بشین رید کینگ بزن، و تو اینجوری که بابا رید کینگ جلو نیکس من نمیخوام بازی کنم. آها الان لینا احتمالا هوکس من بده، میرانا چرا میرانا من دادن؟ میرانا پی اچ؟ آره سن میرانا هن، نه دیگه پاکه دیگه، چرا لینا برن؟ خود پی اچ هم میتونه لینا بره، سند لینا برن، ولی من لینا رو دوست ندارم. الان میدونی چی رو دوست دارم؟ آقا بذار دیگه بسته دیگه، خیلی چرت و پرت گفتی. بذار من ببینم که پیکای پیکشی خوبه براشون. اون بر آفلین میخوان، یه آفلین خوب ببن بدن. تیمبر آفلین بعدی نیست، مانکی آخه دارن جلوش، مطمئن نیستم، ولی خب چون جلو سند و آنده این قویه شاید بند دادن. زیاد برای تیمبر خلاصه دوست نداشتم. سند لینا میتونن هنوز برن به نظرم، ولی خب یه پوزیشن چهار بهتر احتمالاً چی میتونه باشه؟ وین رنجره، من احساس میکنم پی اچ میخواد وین رنجر بره، یا لینا یا وین رنجره. حاجی شایدم روبیک بره، نه من میگم وین رنجره یا لینا یا روبیک، یکی از این ستاست. و خودم اگه بخوام یکی از این ستا رو بند بدم، مطمئنن انیگما بند نمیدم، مطمئنن انیگما بند نمیدم، نمیدونم چرا انیگما بند داد. شاید پی اچ اخیراً انیگمای 4 بازی کرده. اوکی حالا اینا یه آفلین خوب میخوان. وید اسپیریت که بنه، بیس مستر هم که بنه، بترایدر بند نیست اکچولی. بات بند نیست. آه بنه حاجی، بنه یک اون بره. من چشام حاجی پشمام ریخته، میگم چرا دارم فکر میکنن اگه بت بن نیست. این رنجر او، پس دیگه پی اچ مجبوره یا روبیک بره یا لینا. شادو دیمن هم خوبه حاجی، نمیدونم یه حسی به این میگه شادو دیمن هم خیلی پیک خوبیه. شهدیمن سند کینگ برن، شهدیمن 4 هم جلو وینتر کرس چیز داره، مورف پاک پس ساپورت شد. او سند ساپورت شد، پاک آفلین شد. م.
خب بردن دیگه، سناریو به نظر من ببره این گیمو. لاستیک مورف عالی بود، هم جلو لایف استیلر مورف فوق العاده است، هم جلو آرک واردن اوکیه مورف، همین که مورف سنکینگ دارن، مورف آنداینگ دارن، لاستیکشون خیلی خوب بود. پی اچ قشنگ لاستیکو زد که کارهای دفتری بشه. و اینکه وسل بایر هم نیست وین رنجر که جلو مورف بخواد بگیره. خوبه، به نظرم گیم قشنگی میشه. من خودم با پیکای سناریو بیشتر حال میکنم راست شو بخوای. گیم قبلم با پیکای سناریو بیشتر حال میکردم ولی باختم. بریم ببینیم این گیم که با پیکای سناریو بیشتر حال میکنم میبرن یا نه. 323 250 دراپ پاگ این ده چت، تانک یو. I'll pretend I didn't enjoy this. Boiling, boiling, boiling. خب سند چهار رو باید ببینیم پیه چجوری درست میکنه واسمون. اولش هم دارن ستایی میرن با مانکی، چون حدس میزنن که تاسکم بیاد ستاییش کنن. اینا میخوان ستا کارا رو بکنن. اینا ویژن های همدیگر رو. این چقدر بد داره موو میره بالا دایی. چقدر مثل سند کمه آجی. 335 با بود. یه بلاک ناموفق از این بازی کن. تاسک بود داره، سند هم بود داره، ولی MS 335. اینجا وارد چک کرد، خودش سنتری کاشت. سنتری هم دستش بود. رونا یه دونه زرنگ برداشت. سه به یک شد دیگه. رونا سه به یک به نفع سناریو شد. هونتا رو چجوری چجوری کشتش؟ لولک 3 گرفته. لولک 3 گرفته. اسلوش کرد 10%. خودش 325 بود امسش. لایف خیلی امسش زیاده. لایف خیلی خیلی امسش زیاده. سری که لولک 3 گرفت فاکو کش دیگه. آرام اینجوری که داشت ناموسن یونیتر بده من. تو رو قرآن یونیتر بده من. میت چه خبره؟ میت ببینم چی شد. What the fuck؟ نفهمیدم. داشتن یه لحظه چست میدن. باز زرنگ از پشتش اومد کشتن دیگه. واردش هم دیوارد شده. اینجوری مرد. اوکی. میگم دیگه کلن قراره این کچل رو تنها بذارن دیگه اینجوری که میاد. هنوز 0-0 وین رنجر. مانکی 9. 10-5. قراری زیاد اتفاق خاصی بیفته با این جوین ها. الان به نظرم وین رنجر خیلی عقبه که 0-0ه. خیلی به زهرش شده. اگه این اتفورت ها رو نگاه کنیم مورف و آرک اونقدر فرق ندارن، ولی وین رنجر و مانکی ببین چقدر فرق دارن. اینجوری نمیتونی لاین رو ول کنی فقط به وسط کمک کنی. من زیاد دوست ندارم.
تو دوتا یه جوریه که اینجوری جواب نمیده. الان مورف هم دوباره تو لستیت انقدر خوب گرفت آرکو 13-3 10-2 نتورتی رسید دیگه. وارد گذاشت، واردش دیوارد شد، وارد اینجا گذاشت دیوارد شده واردش. لسیت اینم زد مانکی، تا اینجا که مانکی وضعیتش خیلی خوبه، با لایف داره، با لایف که فرست بلاد گرفته داره برابری میکنه وضعیتش. اورب آف ونوم آرام خریده، نباید یونیتا میرفت زیر تاور، آخ بد شد. میمیتا نمیم میرفت زیر تاور، بد شد. اینجا هم آنداینگ رو کشتن، ریالیتی یکم ویل کرد که بره کمک هادی. آیتم یک موربید برست رفتم و اینجا میخواد با یه اسنوبال کاراشو در بیاره، باز اسکنش کرد. میدونه که این میخواد بیاد بکشتش، انقدر وسط واسط که نه دیگه خودش گرفت. گفتم این یکی رونش هم رایز دزدید ازش. رونا تا اینجا دوتا رو دایر گرفته، دوتا رو هم ریدین دو به دو شدن. الان مهمترین چیز تو گیم فارم پاندا، پاندا فارم داشته باشه. بالا رو بزنیم چه اتفاق داره میفته. با پاک او ولش کرد، نتونست چیزش کنه زرنگ. یکی هم دارن دایف میکنن. اون چقدر بد مورد هستن، خیلی بد مورد. حالا تیپی کچل هم میاد که ریالیتی رو بکشه، قشنگ سالتو شدن. حسن بعد زودتر میرفت رو اوربش حتی که تاور رو داج میداد. ببینم اینجا که زر اینجا اگرو گرفت بعد سایلنس، بعد نه وان شات شد اصلا، بعدم باشه نه، بعد فقط اگرو میگرفت دیگه، اگرو تاور رو گرفت تو خودش. پاک آرمارش خیلی کمه، آرمارش 3 همش بیچاره. یه پیشبینی خیلی خوب از اونتا که پیشبینی کرد سایلنس پاکو.
دیگه داره روتیشن های تاسک و پی اچ میخونه دیگه، روتیشن هاشو میخونه و خونسا میکنه. آره اینجا هشتا فن اصلی کنگفو پاندا رو علی ریالیتی نشون داد. نمیدونم چی کار داره میکنه زرنگ، زیاد دک نکردم که چرا رفت تکی رو پاک. یه دریم کویل خوبم اینجا رو لایف میزنه، ولی خب لایف دریم کویل رو میشکونه با شیشه خودش. و مهم مورفه که تو این مدت انقدر لستیتی اومد، 60 تا لستیت زد، آر 47 تا لستیت زد، نتفورت یک شد تو این فاصله. این مورف نتفورت یک شد تو این فاصله. خب پاور تریدش که اومد. پایین دارم میرم رو پیچ اینجا بتونه یه ایمپیل خوب رو چیز میزنه. خیلی خوب بازی کرد پیچ، یه ماجیک بند خوب و بعدش هم یه ایمپیل رو تارگت درست کرد تکش نده و جوین پاندا که بالاخره با تی پی یه کیل براش میسازه. آیتم بعدی هم داره یه ضرب میره ایبلید. آیتم پوزست ماسک رو واسه خودش بغل میکنه ریالیتی، بهترین آیتم. پاور ترید دوتا رتبن، اینجا یه خطرناک باید بیخیال شه، یواش یواش بره جنگل بزنه که داره همین کار هم میکنه. او ترجیح داد بروم هندل رو بگیره ریالیتی. جالبه. پینگش رو فانتوم داد که اینجا چیز دارن، وارد دارن، بوکم خوند و همونو میخوان اسموک برن سمت بالا. ببین با برو هندل اتک رنجش هست 350. چه شیر تو شیر شده. یه شیشه وینتر این وسط اگه بخوابه میتونه خیلی اذیت کنه. مورف میتونه زیاد کنه اش بشه، اون قدم چیز نمیشه، باید توی همون مورفش میمورد. حالا لایف استیلر هم میکشه پاندا، باید استرنج کنه برای پاور شات که به زودی قراره بیاد، ولی خب 500 تا اچ پی خیلی هم زیادشه. اینجا دیگه با پاندا وقتی اون اسموک رفتن، اسموک خیلی خوبی بود، با پی اچ رفتن آرک رو پیدا کردن، اینجا زیر وارد داشت فارم میکرد، آخرای وارد هم بود. این وارد 5 دقیقه پیش کاشته شده و کار خودش هم کرد، توسط امین فانتوم هم کاشته شده. وارد MVP این فایت بود. چت دیگه الان مورف و چیز دیگه دارم فاصله میگم. ریالیتی آیتم یاشا رو داره میگیره، بعدم نمیاد اگه سن یاشا فرست بره ریالیتی، چون دیگه این گیم
نیازی نیست که پوزیشن یک باشه این گیم، واقعا یه پوزیشن یک واقعی هست تو گیم، مثل مورف که خیلی کارهای بیشتری از لینا میتونه بکنه واسه تیمش. راز میخواد استک کنه که بیخیال داستان میشه دیگه، میذاره خود پاندا استک بکنه و میگه سمت بالا. آیتم یک ایول میخواد بخره حسن، که من خیلی ایولش رو دوست ندارم راست شو بخوای. بعضا هم حتی شاید مثلا فورس شاید آیتم یک آره، ایول هم بد نیست، ایول جلو گرین رنجر و اینا هم بد نیست. حالا پاک آفلین رو دیگه بالاخره اوکی. این دفعه به جای اترلنس جناب فانتاسمایان تصمیم گرفته که بیرینک رو توی دستور آشپزی قرار بده. ابتدا 2200 گلد فارم کرده و سپس بیلینک دگر خود را میخرید و وانگهی تصمیم خود را عوض کرده و به لنز تغییر عقیده میدهیم. اسکی بود؟ من اشتباه چیز کردم؟ آه راست میگه اسکی بود، من تایی گفت. من فکر کردم که این گیم داره بیلینک میره جناب فانتاسمایان. خوبشو گفتی، مرسی. آقانی برای ما خوبه، بعدی نیست. بدون آقانی من میتونه این گیم رو کری کنه، ما فقط لایف استیلر هم بشه میتونه این گیم رو راحت کری کنه. ولی خب آقانی این بداشته باشه میتونه سند بشه دیگه، سند خیلی خوبه. سند میره 14 دیدین که خیلی جیگر میخواد. این سند میره 14 جیگر ها خوشگوشت ها. همون لنز رو میخواد بغل کنم. آیتم یول پاک تو راهه، اسموک رو دارم بدون پاک میرن. یکی هم میخوام پیدا کنم توی این فاصله، تاسک رو پیدا میکنم. خب همه شارژا رو میزنن رو سر سنکین، اونورم با کویل میگیرتشون. فکر کنم میخوان بک بدن، به نظرم اینیشیتشون روی چیز جذاب نبود راستشو بخواید، روی تاسک جذاب نبود. میتونستن یه ذره صبور باشن چیز بهتری هم پیدا کنن. تارگت بهتری هم پیدا کنن، خصوصا که واردشون هم دیوارد کرد. I hate life واقعا سج. او یه اینیشیشن قوی از سنکین که با بیلینک خودش دو سه نفر دارن، یعنی دو سه نفر استان کرد و بعدش پشت سرش اینیشیت مورف روی آرک وارده که حالا میخوان لایف استیلر رو فوکوس بکنن. آها دیدیم کویل سایلنس رو آفزد که دیدیم کویل بزنه. این بچه ها این 1000 تا HP میخواد برای اینکه 800 تا HP میخواد برای اینکه بزنه. وقتی لایف استیلر میره تو این، اینو نمیتونین بزنید. اینو بعد یه چیزی بوده 400 تا اتک بهش بدید، بیشتر 804 تا اتک بعد به این بدین. این باگ گیمه دیگه، وقتی لایف میره تو زامبی آن دارینگ اینجوری میشه.
باگ کیوتیه. سو کیوت باگ. حالا پیچه که داره خودش رو نتورتش رو به میادین نزدیکتر و نزدیکتر میکنه. ویژن ها کاملا برای آرک واردن داره دیفنسیو کاشته میشه و این گیم دیگه ریالیتی داره سنگاش و بیکیوی خودش رو این تایم میاره. یعنی این گیم این مانکی با اون مانکی فرق میکنه واقعا. نه آری هم فکر نمی کنم بعد طرف شارت داشته باشه تا اونجا که من می بینم. چی شد کچل رو ببینم چی کار کنم تیپش کردم. آه همینجوری تیپش کردم. اوکی همینجوری چون دارم می کشنش تیپش کردم تضعیف روحیه و عدم ناهماهنگی رو تضعیف کنم به تیم حریف. دو تا اولت زدن دیگه. اولت پاک که کولدانی نداره، اولت سنده که یه ذره کولدان داره که اونم کولدانی نداره. جواد خیابانی این به چهر پنجتای انمی ها کشوندن اینجا و مانکی که داره فیل فارم میکنه با خیال راحت. آیتم پیوپل گیفت هم دستشه. او پایین چی شد؟ پایین این بیلین که سنکینگ داره بعد کارشون کار دستشون میده. پاکو قرار مورف بکشه. حالا وینران کرده مورف داره میره. ای از زیر دست مانکی دادش رفت. حالا باز پیچ این دفعه رسید. پیچ چه داره میکنه این بازی؟ پیچ چه کرده؟ میخواد بیرستل بک دست قبلش رو جبران بکنه. پیچ میخواد بیرستل بک دست قبلش رو بعد جوری جبران کنه. یعنی میخواد بگه که آقا این اون که شما دیدید نمایشی بوده. این سند پیچ نتورتش تقریبا داره میرسه. نه دیگه حالا اندازه کچل هم نه، ولی خب نتورتش خیلی بالا به نسبت زرنگ و فانتاسما. فارم هم زیاد دارم میکنم، فارم زیاد داره بهشون میرسه. مورف داره آیتم آقانیمو میخره، تبدیل به سنکینگ میشه احتمالا یا آنداینگ. حاجی مورف آنداینگ هم بشه عجب چیزی کثافتی میشه. ایزیست 240 تا مانی. ایور سند اومد با این کار، با کشتن آرک تقریبا ایورش هم اومد. الان میره اینجا یول بخره میمیره. کلاسیک. الان چت نه بابا رفته بود یول بخره نریمون. بی هدف نبود. نه. نه نه. خب یولش هم اومد. چقدر دیفالت زد کوریرشو. خب این ور فقط آرک داره فارم میکنه. چقدر لایف عقبه. اینکه آیتم یک داره هالبرد میرم اصلا خبر جالبی نیست واسه لایف. ولی خب چون پوزه یکی اصلی اینجا آرک واردنه، لایف میتونه یه ذره تانکی تر بازی کنه و یه ذره انگار شبیه پوزه دو بازی کنه اینجا لایف و هالبرد بخره. یه ذره آیتم های مثلا چیز تر بخره، یوتیلیتی تر بخره که به درد بخورن تو بازی. حالا دمیج لازم است کامل بخره.
آقانیم پاک داره میاد برای لایف اسلر که خیلی چیز نیست. یعنی لایف اسلر اگه 6 داشته باشه به هر حال از پیش پاک در میاد و پاندا که تبدیل به سنکینگ شده دوباره کثافتکاری داره شروع میکنه واسه تیم سناریو. چتویلش چیز میشه، چتویلش سنکینگ میشه. جالبه این اسپلمپر هم گرفته، این اسپلمپ ماجیک ریستر هم گرفته. منفی دوتا آرمور اصلا برای مفت چیزی نیست. اینجا با سندستورم و اینا داره پاره میشه و پیچ یول میکنه خودشو و نمیمیره. چه کرد پیچ؟ چه کرد پیچ؟ باعث شد که هم بزن عقب اینجا مورف سنتین چیز میشه، تموم میشه دیگه نمیتونه سند بشه. بعد اینجا پیچ شیشو میزنه و خودشو یول میکنه تو یول، آرکوارن رو میکشه و بعدم ایمپیل میکنه میاد پایین و با افتخار میمیره پیچ. اینجا پیچ با افتخار میمیره. همین رو رفت روشن من پاندا؟ نه فکر نمی کنم، برای روشن زوده، برای روشن زوده. این جدی این سنده داره بلا سرشون میاره. این سند قشنگ نیست و پاک چقدر بیشتر از این رنجره. قشنگ کچل تو بازی ول شده، علنن کچل تو بازی ول شده و خب جالب نبود. به تقصیر یعنی استراتژیشون هم هستا، یعنی اینجوری که زرنگ بازی میکنه کچل به فاک رفته، وگرنه به نظرم اوکی دارم بازی میکنه. یعنی کچل میتونه خیلی نتفورتش بالاتر باشه ولی خب ساب نداشته دیگه تونه. فارماش هم که همه رو داره آرک میزنه. من حالا راجع به این بعد بازی توضیح میدم، حالا ببینیم اصلا هاکس میبره یا میبازه با این سر. ولی یه نقص خیلی بزرگ داره این سبکشون، چون وین رنجر هیروی نیست که بخوای تو لاین سولو ولش کنی، وین رنجر ساپورت میخواد. بعد نه تنها وین رنجر تو این لاین سولو ول شده، بلای دیگه که سرش اومده اینه که خب تو گیم هم همه دارن فارم میکنن، هم لایف داره فارم میکنه، همین داره فارم میکنه، اینم لین خوبی نداشته، کسی نیست بهش اسپیس بده. واسه همین مینه 25 صرفا یه دونه بی کی ایمیل استروم داره. تازه به نظر من با توجه به شرایطی که تجربه کرده بعد نداره. چی شد؟ الو؟ بزن آقا. خب آها اینجا یک مانکی خورد، ایترال با اسنوبال داد شد ولی مورف سنکینگ شد، ایمپیل کشید زیرش وی فرمش. آها اینجا دیدش دوخته شد به این درخته، دوباره سنکینگ شد و دیگه پوزه که اصلی پاندای دیگه، همونجوری که میبینین داره فارمار رو دست ریالیتی هم میزنه حتی بنده خدا. حالا با شیش آقانیمدار پاک لایف اسلر رو 7 ثانیه تمام گرفته، او رفت تو این زامبیه، اینا نمیتونن بکشن. نها کن یه اتک، دو اتک، سه اتک، 1000 و پاندا پاس داده جی. میبینین این 802 تا اتک میخواد، اینا نمیدونن، اینا من گفته بودم. خب 802 تا اتک دونه ای فکر کنم دو تا باید بزنن، کنم 1800 تا اتک میخواد. نباید تون بکاریم این جدی تخص، این اشتباه هادیه، جدی میگم این اشتباه هادیه. نگاه چجوریه، چقدر با اتک بزن ببین، با هر اتک ناکن چجوری کم میشه. نگاه 792 790 788 اینو تا این 400 تا اتک باید بری تا این در بیاد.
من برعکس گفتم 400 تا اتک باید بدی تا این در بیاد. و خب جلوی آندرینگ نباید وقتی لایف استیل رو تنها گنک میکنی تون بکاری، قشنگ نباید این کارو بکنی. بعد اینو بدونی به عنوان آندرینگ پلیر، من اینو میدونستم، و بدونی که لایف استیل رو سیو میدی با این کارو. هر روز دارید تو این استریم چیز جدید یاد میگیرید، پشماتون نریزه. قبل از اینکه اتفاق بیفته من اینو تو بازی گفته بودم. و بی کی وی تی پی کچل و دیریم کویل آقا نیم داره پاک که کچل بنده خدا رو تیپش میکنن دیگه، در صورتی که این واقعا بیچاره مظلوم بوده تو این گیم به نظر من. حالا بس گول لایف بزنم ببینم چی شد. داره نهایت اگریشنش رو استفاده میکنه دیگه برای چیز، برای ایجیس. سند پیچ خدایی پاک داره، سند پیچ بهتر از اون چه که فکر میکردیم شد. دو تا میز و اینجا ریش تی پی رو که بغل میکنه و آرک واردن هم میخوان ایلوژنش رو بکشن. مورفی که لایف استیلر شد و پیش ایول بیلین کرد از زیره کمبو آخ مورف هم تموم شد، ولی زورشون پاندا چرا اینجوری کرد؟ آه داشت موربید مسک رو میذاشت بالا، لایف استیل نشده بود. آخش تموم شد یه ذره دیر موربید مسک رو گذاشت بالا. این فایت کله شدم، این فایت رو کله شدم. بذارم ببینم آخر فایت که داستان چی بوده. بیلینگ کن. خب این فایت رو من بزنم عقب ببینم چی شد. اینجا آنخ تموم میشه، پاندا حواسش نیست، اینو نمیذاره بالا، اینو تا یه ذره دیر میذاره بالا. میفهمه خب واکه لایف استیل نمیتونه بکنه، استرنج هم نمی کنه، لایف استیلر میشه. یه ذره میتونست استرنج کنه ولی خب استرنج نکرد. یه ذره اینجا پاندا بعد بازی کرد. پاک که داره دگم میخره با این تالنتا. اسکادی آرک بیاد ذره کار براشون سخت میشه. به هر حال تو این مدت که آرک فری بوده کلی فارم کرد و الان هم که مورف مورد یه خیلی عقب افتاد از آرک، یه ذره دارن داستان میشن دیگه. دایرز
زرنگ بیلینک داره ها، میتونه آیس شارد بزنه. اینجا شیش رو اگه او وینتر وایور اونو اول تز میکنه و کی فورسش میکنه؟ نفهمیدم کی فورسش میکنه، ولی مانکی رو داره بد میزنه. هرچی از کچل خیلی خوب داره بازی میکنه. چه اتفاقی افتاده؟ اون ور داره چه اتفاقی میفته؟ تاسکم سند گرفته، سندستورم نکرد. عجیبه، سندستورم بعد میکرد که بلینکش کنسل شه ولی نکرد. پیداش نمیکنن تاسکو دیگه، پیداش نمیکنن. از اون ورم آرک واقعی رو پیداش نمیکنن، لایف واقعی. آیته بی کی بی هالبرد رو خریده، فقط چغری میکنه. یعنی فقط دارن چغری میکنه، دارن داره چغری میکنه. هولیلاکتشو نزد یه ذره هادی، یه ذره دیر زد هولیلاکتشو. اوه چه کرس خوبی، چه کرس خوبی زد رو سنکینگ، خیلی تارگت مهمی رو حذف کرد. حالا سنکینگ شده. اوه عالی میدوزدش. خود پاکو میخوام بگیرم، مورف نمیدونم، فکر کنم ویفوم تیپی کنه بره بیرون. این فایت فایت خوبی نیست واسه سناریو. عجب کرسی زد هاجی فانتاسما، حلالش باشه. این کرسی که زد رو سنکینگ قشنگ فایت رو عوض کرد واسه یه تیم هوکس، قشنگ داشتن فایت رو میخوردن. هر دوتا تارگت رو کشتن دیگه یه جوری. این خود لایفه اینجا چیکار میکنه؟ به نظر میاد داره میزنه، به نظر میاد که داره میزنه. اوف چه اتکی داد، چه اتکی داد توی چیز. چقدر بش میزنه حاجی. چقدر بش زد آرام حاجی. بیکیوی واسه لایف واسه ریفرش برای تینکره. نه خیلی بهتره ریفرش برای تینکر رو میگم، وگرنه بیکیوی واسه لایف که آشغاله، واسه تینکر ریفرش خیلی خوبه. اوکی این ویف فرم اتک رو گرفتن، ویف فرم اتک رو گرفته. اوه سر این روشن داستان میشن. خیلی این آرک آیتم دراجی اسکادیه قشنگ تو ماچه. روش اومد چه کرس خوبی دوباره میزنه. پانداینگ این دفعه بای بک نداره، همه 60 تا پول میخواد واسه بای بک. یه دونه وارد سنتری نخریده بود، الان بای بک داشت. سر آنداین که نرن روشن بزنن، سر بای بک آنداین. وای سر یه دونه سنتری وارد، سر این دوتا سنتری اگه یه دونه سنتری بود الان بای بک داشت. او شت و حالا لایفی که بعد از بشر داره ایسی میره، کلن داره فرانت لاین بازی میکنه. مانکیو کلن بعد داره میزنه آرک، مانکیو قشنگ قورتش داد تو لنج میلی. حالا مورف داره قشنگ زدن جویدن حاجی کورای هوکس. چه خبره؟ خیلی یه دفعه ای زدن جویدن. بذار بزنم آقا.
ببین روش رو زدن. آها اینجا اینجا ریالیتی. او اول یکیشو زد. آه اول باید شارژ میکرد بعد یک میزد که پرشه. هرچند فقط به یه دونه تاسک میگرفت، یعنی اینا که بی کی بی بودن پرش نمیکردن. خب آقا گولایم رو بزنیم بریم ببینیم چه خبره. مورف بای بک، مورف بای بک تبدیل به سنتین میشه، میره آرک و ایجیسش رو میگیره. نگو که عبش در نمیاد که خیلی بد میشه. چه دابل شکلی میزنه کچل. این دابل شکل قشنگ 15 میلیون دابل شکل بود. جدی دین کویل پاک نکته خاصی نداره، تموم میشه میرم بیرون. حالا وقتشه که رکس رو بزنم. پوزیشن عالیه فانتاسما رو میبینیم که اصلا خودش اصلا نشونم نمیده، حتی ته ته واستاده با بیلینک و اترلنت که یه دونه کرس خوب بزنه. قشنگ منتظریم که یه دونه اولتی خوب از فانتاسما ببینیم. و چقدر بد داره میزنه این لایف استیلر خدایی. با یه دونه ایلوژن دارن رکس ها میزنن دیگه. فعلا کسی نرفته میدو کات بکنه. پی اچ زنده نیست، زندن بشه بایرکش کولدانه، یعنی بمیره بدون بایرک میمیره. عجب داستانیه. بالاخره رکس رو میگیرن، رکس رو بالاخره میگیرن و دو بار میلی رکس میگیرن دیگه. این مورف سنکینگه قوی هست ولی دیگه این آرک جدی تو ماچه. این خیلی زیاد داره واقعا، گلدش واقعا زیاده. بایرک هم الان نداره ولی خب زیاد نگران مردن به نظر نمیاد. زیاد تلنتش هم باز همون تمپست دابل دیوریشن گرفته که همیشه این تمپست دابل رو داشته باشه. اوه این یکیش به میتو نگرفت، قشنگ بی کی بی کرد زد آرکو با ایلوژن کش. کار خاصی هم زیاد علیریالتی نمیتونست بکنه. شاید علیریالتی هم آیتم هیون هالبرد و این گیم لازم داشت یه جورایی برای چیز، چون پوزه یکی اصلی محفانده بود نظر. شاید هالبرد اگر میخرید این مقدار بهتر بود براش از این بر مانکیه. برای برای وین رنجر بد نیست، برای خود هیون هالبرد لایف استیلر هم بد نیست. مورف بای بک نداره، کلن هیچ کسی توی گیم به جز آکوارنن بای بک نداره که 6700 تا پول داره. استاده با خیال راحت داره بک دور میزنه. با خود هیروش هم الان این جلوه. پاسکو گرفتن. با بیلینک و فورس با ایمپیل و فورس میاد بیرون. او چه خبره اینجا تونست بالاخره سنده بکشه. جمش هم ورداش بایرک میکنه اینجا. هود خوش رو یوز داده ولی اوهو این چیکستر کلوکر رو میزنه. چون جم هم خودش ورداشته اینویزه نمیبیننش. اینجا مگا کریپ رو بغل میکنه داستان. تیم هوکس اینجا تازه مگا کریپ رو بغل میکنه. درخت شدن فایده ای نداره یه جورایی.
به نظر میاد دیگه تا آخرین نفسشون سناریو دارن تلاش خودشون رو میکنن. بعد از گیم حتما باید یه نگاه کلی ما به این گیم بندازیم ببینیم که چه اتفاقی افتاد و چی باعث شد که اینقدر عجیب غریب یه دفعه ای سناریو عقب بیفته. و جی جی و این فانتوم میده و تبریک رو به بچه های هوکس میگه. با وجود اینکه توی فینال لوئر براکت در واقع قبلا توی آپر براکت به هم دیگه خورده بودن 2-1 سناریو برده بود چیز رو، که این دفعه هم همین بود 2-1 از هوکس جلو بود، بعد 3-2 کرد هوکس همونجور که گفتم با این سبک جدیدشون که وین رنج، یعنی کلن آفلینرشون رو ول کردن، یعنی کلن استرات تیما این شکلی بود اگه بخوام براتون خلاصه کنم. از جایی این دوتا دست رو هوکس برد که کلن آفلینرشون رو ول کردن با حال خودش، هم این دست همون دستی که سنکینگ بود، و کلن زرنگ شروع کرد روتیت کردن سمت مید لین و سیف لین، یعنی تا اونجایی که تونست سعی کردن سیف لین رو تریپل کنن و باز مید لین رو جوین بدن که خیلی خیلی روی مید لین فشار گذاشت. با این حال پاندا همیشه نتورت اول بود توی گیمایی که بازی کرد، چه لینا چه مورف نتورت یک بود، منتها هیروی آرک رو تازه رو کردن دیگه، هیروی آرک رو تازه رو کردن. یه ذرم اگر سب کنید شاید بچه های هوکس رو بیارم توی استریم با هم صحبت کنیم. الان میخوام با بچه های هوکس هم یه صحبتی داشته باشم، اگه بمونید توی استریم یه صحبت ریزی هم با بچه های هوکس میخوایم بکنیم، چیز که 100% میاد. کچل خواهیم داشت. کچل به نظر من مظلوم ترین پلیر این تورنمنت بود، حالا من از زاویه دید خودم میگم خیلی مظلوم بود. قشنگ 3 گیم تمام کچل رو کلن ولش کردن، یعنی فقط ترس چنگای یه سوک سوک تو لاینش میکردن و میرفتن، هرچی آیتم آورد بند خدا حاصل دسترنج و عرق جبینی بود که خودش ریخته بود. و اما به نظر من یه سری ایراد داشت این گیم که بهتون میگم. ببین سناریو خیلی خوب چیز شد، خیلی خوب رفت جلو. اول اینکه با یه تومب هادی رایز جی جی شدن، یعنی بخوام راستش رو بگم یه تومب کاش هادی رایز جی جی شدن. لایف استلر رفت توی چیز، لایف استلر رفت توی این زامبیه، بعد این باگ زامبیه رو احتمالاً نمیدونستن، در صورتی که من اینو قبلا تو استریم گفته بودم که اگه لایف بره مثلا یه عالمه چه من 500 تا اتک میخواد برای اینکه بخوان بزنن اینو، و اینو کاش جلوی لایف با وجود که لایف رو گنگ کرده بود اینجا با پاک آقا نیمداد گرفته بودش و سر همون نمرد و اون کلی عقبشون انداخت، کلی عقبشون انداخت. مسئله دومی که یه ذره چیز بود، یه ذره حالا شاید اذیت میکرد، این بود که ریالیتی به اون فارم زیادی که باید میرسید این مقداری نرسید، برعکسش آرام به خاطر آیتمی که خرید، آرام کاملا آیتم دیفنسیو خرید، هالبرت خرید و بعد از اون بلا فاصله بی کی بی، یعنی هر کی آیتم بیلدش رو نگاه میکرد میگفت خب این قراره تو بازی به چه دردی میخوره هالبرت بی کی بی، ولی خب چیز خفنی که بود اینه که کلن نمرد، این از چند این دوتا ددو که داد از مینه 20 دیگه نمرد تا آخر بازی، یعنی کلن دو بار مرد، با وجود اینکه پاک یه آیتم فقط کانتر برای لایف اسلر خریده بود کلن دو بار مرد از وقتی هالبردش رو خرید دیگه نمرد،
بهترین آیتم بود. اما ریالیتی به خاطر آیتم مانکی که خواست راش کنه از 3 بار، یعنی سود 8 بار تا 5 بار دیگه هم تونستن بکشنش، چون آیتم دیفنسیو نداشت. اینجا جدال پوزه یکا بود که یه فایت خیلی بدی کردن سناریو که به مردن روشن ختم شد. هادی رایس فکر کنم اولین بار پیک آف شد، بعد هولی لاکتش هم نزد، فقط رسید یه تون به کاره. فکر میکنم سر اون فایتی بود که تو جانگل دایر کردن که یه وینتر کرس خوب حسین فانتاسما زد و یه وینتر کرس خیلی خوب حسین فانتاسما زد، یه اولتی زد روی سنکینگ و مانکی سنکینگ رو کشت. فکر میکنم یه لایف اسلر سنکینگ رو... نه میگم لایف اسلر، مانکی سنکینگ رو کشت. بعد از اون با ایجیس و اینا اصلا کلن نتورت آرک زیرو رو شد. یعنی ما اگه گرف رو نگاه کنیم، گرف تا اینجا سناریو جلو بوده، از یه جا به شدت اومدن پایین، یادم نمیاد میره چند بود. مثلا آرک اینجا اگر با مورف یکی بوده، اینجا اگر یکی بوده، اینجا نگاه کن یه دفعه ای میاد بالا، یک دفعه ای میاد بالا. و بعد از اون احساس میکنم بعد از اون فایت روشن بود که این بلا سرش اومد. و خب آرک هم دیگه درسته که میدو اونجوری جلو مورف اذیت شده بود، ولی به هر حال فارمش از مورف خیلی خیلی سریع تره دیگه. اون فایت از همه خیلی مهم بود، اون فایت که رفتن دادن توی تغییر نتورت آرک و آیتم بیلدا. پیش واقعا خوب بازی کرد، یعنی اگه این گیم رو می بردن جدی میتونم بگم که واقعا پیش عالی بازی کرد. پاندا هم همینطور. یه جا پاندا بگم ایجیسش افتاد، اینش مورید ماسکش بالا نبود، استرنج نکرد، اونجام خیلی عجیب مورد راست شو بخواید، اونجام خیلی عقبشون انداخت. یعنی یه تیم فایت بود که پاندا داشت اتک تو اتک میکرد با لایف استیلر، به جای اینکه استرنج کنه تبدیل شد به لایف، بعد تو همون حالت لایف فورمون تا اچ پی شد 50، بعد دوباره سویچ کرد رو مورف تا بیاد استرنج کنه مرد. اون فایت هم اگر استرنج میکرد احساس میکنم اون فایت هم میزدن، یعنی اونم یه ذره من پاندا چون ایجزش وسط فایت رفت فکر میکنم هول شد. به هر حال فشار گیم خیلی زیاده دیگه، فشار گیم خیلی خیلی زیاده. و من پاستیل چطوری؟ نه پاستیل چطوری؟ بچه پاستیل دوتا با هیروی آرک واردن، اگه دوستشید استریمش هم دنبال کنید، توی چت هست، توی چتمون هم داریم پاستیل دوتا رو. پلیر آرک واردن بود، سلامید تیم هوکس. کچل هم که الان میخوام بیارم توی دیسکورد. خیلی خوب، بیا کچل ببینم چی به چیه، بذار من یه زنگ بهش بزنم. که آیتماش این بود بنده خدا تا آخر گیم دمپایی پاش بود.